سلام دوستان عزیز، خواهران و برادران عزیزم. امروز میخوام راجع به زالوهای هنری ایران، چه در ایران و چه در لس آنجلس معرفی کنم. میریم به زمانی که گوگوش داشت دنیا رو تسخیر میکرد و ایران رو با هنرش شناسایی میکرد و تبلیغات میشد. ما به جایی رسیده بودیم که واقعا گوگوش میتونست برای مملکتش چقدر تبلیغات داشته باشه و چقدر اسم ایران برشه بالا برسه، که خوردیم به زالویی که دم از رفاقت میزد، دم از برادری میزد با آدم. این زالو نقشه ها رو عوض میکنه. کسی که در ایران با بلرزد اشرف کوکائین پخش میکرد و اومده روم، از روم بره مونیخ بلرزد اشرف رو ببینه، تو اونجا برخورد میکنه تو روم تو هتل و مغز گوگوش رو شستشو میده، با آبا آواز چیه، فلان چیه، فلان چیه، بیا ایران 4-5 تا فیلم بسازیم ببینیم چه خبر میشه. گذشت، گوگوش فشار میآورد که بریم ایران، که با فستیوال کانداجی رو جلومون بود، خلاصه به هر قیمتی نگه داشتیم. و بعد از فستیوال یک مرخصی از آرسیه گرفتیم که اومدیم. همون آقای جورجو فرارا که خودش خواننده بزرگی بود، منیجر گوگوش شده بود دیگه، خلاصه فعالیت کرد که این اجازه رو بگیرن یه ما گوگوش بیاد ایران، چون واقعا میخواست بیاد ایران. و منم از دنیا بی خبر بودم. حالا نگو زالو نامرد، کسی که فیلم قیصر رو بازی میکنه، ادای جاهلی رو در میاره، شرف رو در میاره، معرفت رو در میاره، زالو ناموستوس بود. وقتی ما میام ایران، این زالو توسط پوران زالو دومی گوگوش رو به کوکائین آلودش میکنه. به سفارش پوران کوکائین به مم دادن و ادامه پیدا کرد. بله، این دو زالو در اون زمان گوگوش رو به اینجاها میکشونه که منجر به طلاق. حال داستاناش رو من کاری ندارم. و بعد که بهروز خونه گوگوش رو گرو میذاره و سینما سیلور سیتی رو میخره و دوتا قصتش رو میده و بعد سینما سیلور سیتی رو میفروشه، چه موقعیتی میشه که فرار کنه از ایران؟ شما این زالو رو نگاه کنی چیکار میکنه؟ بهروز داروشو میاره تو زندگی گوگوش، هنوز از هم جدا نشده و جدا نرفته بودش. داریوش زالوی دیگه گوگوشو به هروئین معتاد میکنه. زالوهای ایران این هنرمند بزرگو نابود کردن. هنرمندی که سرمایه مملکت بود، هنرمندی که میتونست در دنیا بدرخشه و توریست از یه طرف وارد ایران بشه، از یه طرف خودش ارز وارد مملکت کنه. گذشت، انقلاب شد، در به دریا و زندان ها رو که کشیدیم و بعد نوعی بود
اومدی به امریکا. تو امریکا زالوهایی بودن مانند ایرج رستمی، کیومرز شیروانبگی، فتانه برادر شیروانبگی، واقعا اینا زالوهای اولیه بودن که تو مواد بودن و پخش کننده مواد بودن و همه رو گرفتار میکردن و اون بلاهایی هم که سر کامبیز آوردن و که داستانش قبلا گفتم، این زالوهای قدیم بود، زالوهایی که هنر مملکت ما رو، سرگرمی ملت ما رو اب بین بردن. حالا زالوی دیگه اومده جلو، رها اعتمادی که نه آهنگسازه، نه شاعره، نه تعظیم کننده است، اومده شعر و آهنگ میگه برای یه سوپرستار ایرانی که حرف اول رو میزنیم زن اصلا شعر و آهنگ ها به گوگوش نمیخوره. گوگوش با تمام این تجربه هاش، با تمام این همه آهنگ خونده که میدونه تنظیم چیه، ملودی چیه، شعر چیه، گول یه همچه افرادی رو میخوره و گول مرداد ها رو میخوره که نتونست در غربت یه آهنگ خوب بده بیرون. کسی که با دو تا بزرگترین تنظیم کننده های ایران مثل واروژان، آندرانیک کار میکرد، الان گیره چه زالوهایی افتاده. من خیلی متاسفم، نه برای خودم بلکه برای ملتی که تاریخ موزیکشو داره از دست میده و فراموشی داره به وجود میاره. اینا کسانی هستن که بتونن تاریخمونو هنری رو زنده کنن، این افراد زالو دارن نابود میکنن. حالا شما حساب کنید اون دو تا زالو در ایران، بهروز و داریوش، که همچین کاری کردن و اومدن یه همچین سمبل هنری مملکتمون رو از بین بردن و معتادش کردن و رفتن با زندگی تو زندگی گوگوش زندگی کردن، حالا اومدن در اینجا این دو تا زالو رفاقت دارن میکنن، میدونن چه کلکی به این زن زدن، زناشون با هم، خداشون با هم، اصلا نمیدونم خجالت نمیکشن. یه همچین کثافتکاری که کردن در ایران، حالا بیان رفاقت کنن با هم، اون بیاد مثلا ناموس اونو به دزده، اونم به بل کنه بره، حالا رفاقت میکنه. عجب عجب دنیاییه. شما رفتید تو خونه ای که مال فرزندشه زندگی کردیم، مال فرزندشه خوردیم، حالا میان بیرون چک چک بلبل هم میکنیم. حیف که مردم حالت دست شما ها میشن. زالوی که مثل رامش عبه میبره، دق میکنه رامش و چندی خواننده. با خود من در اینجا در اروپا نمیدونی چی کار را کرد. کسی که معتاد بود
داروش از اولش معتاد بود که کثیف و آدمش کردیم آوردیمش رو صحنه. اصلا الان دیگه میامیر هم نمیشناسه، محمود قربانی رو هم نمیشناسه. شما فکر کنید کسی که تو جوبای آب میخوابید زیر ناخوناش کثافت بود، می آوردیمش حمومش میکردیم و لباس سرش میکردیم و میفرستیم رو صحنه. اون آقای افشار که مدیر برنامه های ایشون شد، اون بدبخت هم چقدر زحمت کشید تا تونست برای داروش یه ماشین جگوار هم بخره. حالا گوگوش تو خونه گوگوش داره زندگی بود. داروش اون مریم گلفروش رو چه نابود کرد. زنی که در شیراز زندگی میکرد، شوهر داشت و دوتا فرزند، گولش میزنه، دختره با پول میاد، پولش که تموشه بلش میکنه، به روز گوگوشو میندازه تنگش که دختره هم بی پولی گل فروشی میکرد که شب میاد کاباره جزیره شیشه اسیدو میریزه نصف صورتشو میسوزونه، تا اونجاش حس اونجاش هم میسوزه. تقدیر اینه. و این مرد اصلا خجالت نکشید، کسی که بهش زندگی داده، سرمایه داده و آدمش کرده، برد با مادر بچه من آتیشه و داغونش کنه. این خیلی بیشرفیه. بله، زالوهای جامعه، مردم ازش دوری کنین، اینا زالو هم در نوعی. اگر میگه من دارم خدمت میکنم، اگر اون یکی میگه من میخوام برگردم ایران، برگردین. چه خدمتی تو این جامعه کردین جز دارین الان مهمانه که ترک احتیاط جوانا کنین، پول از دولت امریکا میگیرین، چیکار میکنین؟ یه خونه اجاره کردین، چند تا اتاق چند تا معلول رو انداختین توش، نه پرستار هست نه چی. پسر زیارم تو همون خونه کشتن، یه مکزیکی. اون دکتر رو هست اونم اسم چیه کچل هم هم اونم اسم داریوش سالو کو، همش دنبال پول و مواد. همه میپرسن چرا من معاشرت ندارم با اینا؟ چون میدونم، چون اونا میدونن که من اهل اعتیاد نیستم، اهل سیگارشم نیستم. پاک زندگی کردم، پاکم میرم و ترسم هم مرگ ندارم. بله، این زالوها واقعا هنر ما رو کشتن و شخصیت هنر ما رو اپین بردن. چی بگم؟ میریم تا فردای دیگر با دوستان عزیز.